جنجال میان شهرداری و شورای ولایتی هرات در مورد آسفالت جاده مرکزی شهر هرات این روزها به اوج خود رسیده است. دو سو همدیگر را متهم به فساد و دخالت در کار یکدیگر می‌کنند. شورای ولایتی هرات می‌گوید آسفالت جاده ولایت معیاری نیست و در این پروژه پول زیاد حیف و مل شده است. اما مسئولان اداره شهرداری هرات از توطئه‌ها در مقابل اجرای پروژه‌های نداره در سطح شهر هرات یاد می‌کنند. شاروال هرات می‌گوید برخی اعضای شورای ولایتی هرات در بخش رهبری مانع اصلی در برابر تطبیق پروژه‌های انکشافی و توسعه‌ای شهرداری‌اند. از سوی دیگر اکنون که 70% از کار ساخت و آسفالت این خیابان پایان یافته، شورای ولایتی هرات متوجه شده که اشکالات در این کار وجود دارد. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات میگوید پس از پایان کار به دلیل اینکه هیچ نظارت نشده، هیچ انجینر حاضر نشد تا برگ پایان این کار را امضا کند و باید کیفیت آسفالت در لابراتوار جداگانه بررسی شود. سرک که ما ساختیم پیش از اینکه ما به رئیس شاروال هرات مقرر شوم، یک قرارداد ما داشتیم که سرک های شاروالی رو میساخت داخل شهر. قرارداد از نو هر کیلومتر 350,000 دلار آمریکایی بوده. ما گرفتیم 3 کیلومتر به 270,000 دلار امسال قرار داد کردیم که یک چیز بسیار بی سابقه به تاریخ شاروالی و افغانستان. شما یک کیلومتر به 350,000 دلار رسی کنیم، 3 کیلومتر ما از قسمت چوک سینما تا قسمت مستوفیت دو طرف امیر اسفالت کردیم به 270,000 دلار. به خاطر ازی که قبل ازی انواع و اقسام مختلف فشارها موجود بوده، نهادهای مختلف از این شرکت ها باجگیری میکردن، این شرکت ها مجبور بودن وقتی قیمت گذاری بکنن و قیمت پروژه تنظیم کنن دو الی سه برابر قیمت دن، چون یک باج بسیار زیادی از شاروالی گرفته به مقام ولایت و شورای ولایتی اینا پول میدادن، یک پول بسیار هنگفتی. از وقتی که ما اومدم من این مسائل کلا قطع کردم، هیچ کس به داخل شاروالی، شورای ولایتی و ولایت هیچ نوع پولی گرفته نمیتونه از پروژه های شاروالی. پروژه‌ای که ما شروع کردیم از قسمت چوک سینما، این برای اولین باره که این با اساس معیارهای انجینری ساخته میشه، یعنی این پروژه بسیار یک سروی تکنیکی حرفه‌ای داشته. تمام اسناد ازی به چندین فایل موجوده که این پروژه پروفایل ارضی ازی گرفته شده، پروفایل طولی ازی گرفته شده، تست های جیولوژیکی گرفته شده، تست های هیدرولوژیکی گرفته شده، میل سرک دیزاین شده، یک چیز بسیار بی سابقه ما با اساس ازی سرک دیزاین کردیم. بعدن پروژه بر اساس یک سیستم بسیار شفاف و تدارکاتی رفت به تدارکات و یک شرکت قرارداد گرفت و کار شروع کرد. ما در هر مرحله تطبیق پروژه، یعنی در مرحله تطبیق ساب گرید، ساب بیس و خود امی سرفیس یا امی سطح اسفالت، ما به شکل بسیار منظم و واضح تست ها را انجام دادیم. یک شرکتی یا دو شرکت همراه ما فعلا کار میکنه که این شرکت ها در امرای بخش کورپس آف انجینیرینگ و پروژه های بسیار بین المللی سابقه کار بسیار خوب دارن و اینا به هر مرحله تستار انجام میدن. ما در جریان سرک فکر میکردیم که در نظارت، چون کمیته پلان های انکشافی باید نظارت میکردن، اونا در جریان بوده، ولی متاسفانه که بعد از اینکه خبر گرفتیم دیم این بی اطلاع است. هر پروژه که شروع میشه، که به شروع به کار میشه، باید یک هیئت نظارتی با موافقه خود ولایت، با تعیین خود ولایت بشه. یعنی زمانش کار شروع میشه، باید مکتوب از طرف خودمو که مربوط به شاروالی میشه، از طرف مقام شاروالی به مقام ولایت مکتوب داده میشد و هیئت از طرف مقام ولایت تعیین میشد که شورای ولایتی فایدامه و خود مقام ولایت شاروالی اینا همگی نظارت میکردن. اما متاسفانه اینجگاه کوتاهی صورت گرفته، در ختم کار از انجینر فایدامه و شورای ولایتی میخوان که امضا کنه و خود انجینر فایدامه میگن که ما رو اونا تهدید کردن و ما شاهد داریم که گفته امضا کن و او گفت ما در آخر کار امضا نمیکنم، که او عریضه از او به شورای ولایتی هم حاضر هستن که ما در صورتی که نمیفهمم 11 قلم مواده که به زیر ریخته شده اینا چی هست و اینا باید تک تک اینا توسط هیئت یا همون ناظرین اینا امضا میشد که اینا خوب است ریخته میشد، ما در صورتی که سرک نه امضا نمیکنم. در طول 3 دوره گذشته از کارکرد شورای ولایتی در هرات همچون صداهای بلند میشد نسبت به اینکه در شورای ولایتی هم اعضای از او و برخی مشخصا بخش نظارت و ارزیابی از اونا گاهن باجگیری میکنن و بنای تبانی دارن با کمپنی ها و امرای شرکت ها و قراردادی ها. خب طبعا این موضوع بعید نیست که در این دوره هم این مسائل وجود داشته باشه، با این مسئله که خب ما به عنوان یک از کشورهای فاسد دنیا شناخته شدیم و
مطمئناً وقتی مسئله فساد مطرح میکنیم، شورای ولایتی، شاروالی، جامعه مدنی، سکتور خصوصی، همگی ما به نحوی و مردم عزیز ما به نحوی دخیل در فساد هستند. من شخصا متاسفم برای از اینکه در شورای ولایتی ما متاسفانه در حال حاضر دو تیم یا دو گروپ شدن. او بخشی که توانمندی نظارت یا بررسی دارن نقش آنچنانی برشان داده نمیشه و عزیزایی که میرن بر نظارت و بررسی اونها توانمندی نظارت و بررسی ندارن و یک سلسله زدوبندها و مشکلات دیگه هم بین ادارات دولتی و شورای ولایتی وجود داره که همگی از هم شکایت میکنن، یعنی هیچ کدام کار یک دیگر را تایید نمیکنن و هیچ کدام دنبال از این نیستن که اصلاح بیارن، فقط و فقط به دنبال نقد و انتقاد هستن و همی است که برای مردم هیچ خدمات از اون نایه ها انجام نمیشه. شهرداری چند پیش آسفالت 3 کیلومتر جاده عقب‌نشینی ولایت را از چوک سینما الی مستوفیت آغاز کرد. شهردار هرات میگوید این مساحت با مبلغ 270 هزار دلار به قرار داده شده، در حالی که پیش از این آسفالت جاده های داخل شهری در هر کیلومتر 350 هزار دلار به قرار داده می شد که از این میان برخی ها از شرکت های قرارداد کننده باجگیری می کردند. فرهاد نیایش می گوید در این باجگیری ها برخی اعضای شورای ولایتی هرات دخیلند که این باره مانع تطبیق پروژه های این اداره شده است. اما شورای ولایتی هرات ادعا می کند که هیچگاه مانع تطبیق پروژه های شاروالی نبوده و صرف از نحوه کار این پروژه ها نظارت کرده است. یک مشکلی که بسیار اساسی ما فعلا به دوچاریم و او بسیار اهمیت کارهای انجام میشه ولی کار ما متوقف ساخته نمیتونه از شورای ولایتیه. یک سلسله اشخاص در شورای ولایتی همین وظایف اجرایی و مدیریتی همین شورای ولایتی رو به دوش دارن. این اشخاص با یک پروسه کمیشن کاری و اخذی بسیار وسیع دوچارن و با اندازه وسعت داره که هیچ قابل مهار نیه. یعنی شما هر پروژه شاروالی که شروع کنیم امی به مرحله تدارکات که بره، این مردم میای به سر شما فشار میاره، به سر شرکت فشار میاره و حق میخواد. این یک رسم بوده به شاروالی هرات تا روزی که ما اومدیم میری بند کردم یک ایزان نمیرزارم، ولی اینا توتیه میکنن. وقتی که به حق نمیرسن، به پول نمیرسن، به انواع و اقسام مختلف توتیه میکنن. ولی چیزی که واضحه اینه که تمام کارهای ما با اساس یک پروسه بسیار شفاف و واضح و با اساس قوانین و مقررات پیش میره و کسان خوشبختانه ما بسیار برای ما جالبه کسان صدای خود به دهی سرک باز میکنه که مردم اینا رو همه میشناسن. ای کی است؟ توسط کی پشتیبانی میشه؟ این کی دیکته میکنه و ای میخوای منافع کی رو به این سرک تامین کنه؟ مردم ایراد بسیار فعلا هوشیارن. شعور سیاسی مردم ایراد بسیار به درجه بلند رسیده. اونا میفهمن که هر کس ما تا به این پروژه سرک این ولایت اسفالت کردیم با ده ها موانع بسیار شدید مواجه شدیم از طرف های مختلف. خیلی کسا بودن که فشارهای مختلف به ما ایجاد کردن به خاطر مسائل اخاذی، به خاطر مسائل لابی بعضی استخبارات منطقه در هرات، ولی ما به هیچ کدام اجازه نمیدیم و اینو به شما اطمینان میدم که شاروالی با قوت بسیار کامل و بسیار قوی ایستاده و رو به پیش میره. او باید اسناد بگه و این رک به شما گفتم اگر ثابت بکنه خب گپ خوب زده گم و روز باید به سارم ولی تعلم میشه. اگر ما همیه دار کرده بودیم و او با ما پول داده بود یا درخواست کرده بودیم اسناد داش راست میگه با مردم ما جاگویم. اگر ما بخاطر از یک هزار تخطی و خرابی دیگه در همه مای پاپوش خراب ده خب ما که با اسناد تخطی تو نشون دادیم که تو باید هیئت تشکیل بدی و باید تست بشه یا نشه از شما میپرسیم. اگر کارمند فایدامه از او تقاضای پول کرده اسناد از او داره، سند داره، صدا داره، شاهد داره، بسم الله کنه. اگر شورای ولایتی از ما تو اعضای شورای ولایتی درخواست پول کردیم از او چیز خواستیم اسناد داره، صدا داره، بسم الله. بدون اسناد حق نداره به مردم تهمت بزنه و بابروی مردم بازی کنه و اگر شما از این اسناد داشته باشیم گپ ما از این پس معلوم میشه میکشه به سارم ولی. اگر ما اسناد از ما داش مار سارم ولی کش کنه مردم از ما پرسه اگر تهمت زده بود او باید جوابگو باشه گپ خور باز خدای ما معلوم میکنه. من فکر میکنم که خب بعد این مسائل باید روشن بشه که آیا این مسئله به شکل واضح از او که آیا شورای ولایتی یا شاروالی کدام یک از ادارات آغشته و فساد هستند و ادعایی که صورت میگیره باید اینا روشن بشه. و طبعا من فکر میکنم فرصت خوبی است که این قضایا اندازه روشن بشه تا از جلو به هدر رفتن بودجه مردم، چون بحث پول شاروالی پول مردم است و پولی که مستقیم مردم پرداخت میکنن بابت
صفایی و تکسایی که شلوالی از مردم دریافت میکنه و اینجا مسئولیت دارن و ما فکر میکنم یک اندازه حساسیت نسبت به این قضیه جز مسئولیت همه شهروندان است که باید دقت عمل داشته باشن و خوب است که این مسئله روشن بشه. اگر کدام موضوعی مبنی بر موجودیت فساد اداری در شهروالی یا شورای ولایتی وجود داشته باشه این باید روشن بشه تا مردم هم آگاه بشن و جلو از این فساد گرفته بشه. باید در نظر داشته باشیم متاسفانه در جامعه ما فساد آنچنان ریشی داره که خب هیچ تفاوتی نمیکنه، هرچند کمیته ها بیشتر میشه فساد بیشتر میشه، یعنی که تقسیم بندی یا سهمیه ها بیشتر میشه و بخش های خدماتی مجبور میشن که پرداخت بکنن یک چیزی بابت فساد اداری برای کمیته هایی که به وجود میای و این کمیته ها همگی در کنار همدیگر یا در یک ردیف هستن و همگی بر مبناهای بسیار منفی به وجود میای، بر مبناهای مثبت که خواست مردم باشه یا نیازمندی های مردم باشه متاسفانه به وجود نمیاد و از اون لحاظ متوازی بودن این کمیته ها مشکل جدیتر و چالش عمیق‌تر میکنه. برخی از این نمایندگان به گونه در برابر اتهام وارده به شورا موضع گیری کردند. این نمایندگان میگویند که شهردار باید آشکارا نام ببرد که چه کسانی از این شورا در باجگیری ها و فساد دست دارند. این شماره از نمایندگان شورای ولایتی هرات پافشاری میکنند که در برابر فساد ایستادند و اگر شهرداری سند مبنی بر فساد برخی از نمایندگان در دست دارد به مراجع عدلی و قضایی تحویل دهد تا روند شکل قانونی به خود بگیرد. یک بود قضیه هست که اتهاماتی را به کل اعضای شورای ولایتی وارد شده و ما میخواهیم که ریاست محترم شهرولی واضحاً ارائه بکنه که کیها در خزی ها دخیل و اگر جناب برادر بزرگوار ما اسناد نداره ما ادعای حیثیت میکنیم و تمام 19 نفر اعضای شورای ولایتی ادگرمت شده و واقعا گلایه دارم از جناب شاروال صاحب، شاروالی که همه شورای ولایتی او رو پیشنهاد کرد به صفت شاروال. در صورتی که افشا کنن خود نهاد عدلی و قضایی داره، اونا حتما در این ارتباط تصمیم میگیرن. ما توقع ما ای است که شاروال صاحب اینجا قاطعیت نشون بده، باید مشخص کنه بگه چرا نام نمیبرد اشخاص. به مردم ایراد معرفی کنم که مردم چرای از اونا رو بشناسم که اونا به صفت نماینده مردم به نام نماینده مردم از آدرس خانه مردم اخذی میکنه هر کس که میخوای باشه. مسئولان شهرداری هرات میگویند موارد اخیر که گویا یک انجینر اداره فواید عامه و برخی اعضای شورای ولایتی میخواستند آسفالت جاده ولایت را بی کیفیت گزارش کنند یک توطئه بیش نیست و این افراد در برابر این عملکردشان از شرکت مربوطه هزاران دلار پول طلب کرده بودند. هر شخص و هر کسی که راجع به سرک اسفالتی که در ولایت فعلا تطبیق شده کدام ادعای داره از طریق یک شرکت واضح میتونه بیاد این سرک تست کنه. سرک موجود، سرک به جیب ما داخل فعلا نشده. تمام مراحل تست میکنه. همین کسانی که شما میگیم ادعا میکنه از شورای ولایتی، اینا چند روز پیش از اینکه ما به خارج بودن رفتن به سر سرک، شرکت یا اردن به انواع و اقسام این سرک بکندن تست کردن. شما لطفا به اینا مراجعه کنین بگیم نتیجه این تست به شما بده، با شما واضح مشخص میشه که یک توطئه بیش نه. مشکلات بسیار زیاد وجود داره. فعلا یک قسمتی ما به توطئه‌های بسیار وسیع روبرویم، ولی چون شهرولی فعلا به یک موقف بسیار قوی قرار داره، این مسائل هیچ وقت شهرولی ریسات کرده نمیتونه. ما پیش از اینکه ما به رئیس شهرول ایراد مقرر شیم، شهرولی مجبور بود به انواع و اقسام مختلف بعد باج میداد، بعد پول میداد. همین سرک اسفالت وقتی که ما قسط 50% از زیر میخواستیم تیم رایل کنیم، وقتی که شرکت پیش انجینیر فواید آمرفتی بود و 8000 دلار از تقاضای پول کرد، او رسمی با اون مکتوب روان کرده، ولی وقتی مو وقت ما به سفر بودم، این انجینیر وقتی که دید که این مسئله رسمی شده به طرز ازی که خود ازی به دم نفت رفت به شورای ولایتی همراه بعضی از اشخاصی که همراه ازی هم نظر بوده، همراه ازنا شیشته و یک توتیر بزد شاروالی جور کرده و با امی اواخر هم چند روز پیش شرکت از شورای ولایتی بعضی اشخاص خواستم و 50000 دلار ازی پول تقاضا کردم. ریاست شهرولی زمانی که هیئت میخواد تعیین کنه مستقیم میده پیشنهاد به ولایت، ولایت میخواد که کدام ریاست باشه. بعد از اینکه من امضا نکردم پروژه، نظر به دلایلی که دارم امضا نکردم، ای اومده یک مکتوب نوشته کرده به ریاست فواید عامه مستقیم شهرولی، یا مکتوب به امضای انجینر سید فرهاد نیایی شهروال ولایت ایران، مکتوب نوشته کرده که
متن از خلاصه رو به شما میگم که مکتوب چیه. نوشته کرده که این شرکت قراردادی شب و روز کار کرده، وسایتی هم فکس و هیچ مشکل نداره، ایمای پول خور به حساب این قسمت که کار کرده میخوای پول خوری بگیره، حوالی پول از تسلیم شه. انجینر باسید بارز نوشته کرده که انجینر عبدالباسید این نمیخواد که امضا نمیکنه، از امضا کردن به حساب بخش ملی از یبا میبرزه. لطفا شما گفته که به ما یک انجینر دیگه معرفی کنید. یام یک از تخطی و دیگر که شورولی کرده زمانی که تو مر تعیین کردی به عنوان ایات، او هم مقام ولایت تعیین کرده مر، تو پیشنهاد کردی به کدام قانون روی کدام اسناد تو باز میای دوباره پیشنهاد مستقیم میدی به فوای دامه که انجینر دیگه معرفی او آدم اومده که شما امضا کنه؟ خب امضا نمیکنه. اگه شما با جما باشیم در صورتی که نظارت می سرک نکردیم و با ما اگر با ما مکتوب میداد ما نمیرفتیم. خب میگو شما معلومات خود شما نمادیم، مکتوب دادی که ما نمادیم؟ نه. مقام ولایت خودی رفته؟ نه. فایدام رفته؟ نه. خب چی گفته با آخر کار مردم امضا کنه؟ ما چی میفهم زیر کار می سرک چی امضا کنیم؟ آیا شما با جما باشیم امضا میکنه؟ سرازو قرار شدیم ما اورتس میکنیم، ما نه کاری نشدیم، کار جریان داره. ما در صورت غفلتی هم که کرده هیچ شکایت نداریم، خیر کوتاهی کرده، خیر ما از این گپتیر میشیم. اما می سره که ما بفهمیم خوب یا نباید بفهمیم. نتیجه تست گرفته شده و حتی اونا خیمدگر به رقابت افتادن. خود فایدامه میگیم مورد تایید نیست، خود لابراتوار هم میگیم مورد تایید نیست، ولی خود شرکت قرارداد کننده میگه مورد تایید است. بنابراین ما نخواستم این زود رسانه ای کنیم. باز امیر ما گدش ممتل که اعضای شورای کمیته، اعضای کمیته پلان های انکشافی به سفر بودن، بیاین ببینن واقعا حق بجانه فایدامه هستن که ادعا میکنن یا شرکت ساخته. انجینری که از روند کاری آسفالت خیابان دو سوی سرک ولایت انتقاد کرده بود، سند مبنی بر بیکیفیت بودن آسفالت این خیابان رو کرد. او میگوید آزمایش در یک از لابراتوارهای برجسته شهر انجام شده و این آزمایش ها نشان میدهد که کیفیت آسفالت سرک مشکل دارد. او میگوید در برابر ادعای شهرداری که گویا او برای امضا 8000 دلار آمریکایی پول خواسته بود، گفت که علیه شهرداری شکایت میکند. یک عریضه ای که خود شرکت به شورولی عریضه کرده که فلانی مقدار خواسته، اما کوکی اسناد رسمی ازی به هر جایی که از من خواسته بودم، من پول خواسته بودم، چرا به شورولی نمیده؟ این موضوع چند وقت میشه؟ این موضوع از قبل از عیده به شوای 27 27 28 رمضان بود. بعد همون وقت رسمی مکتوب میکرد به ریاست شورولی که همین انجینر فلانی از من مقدار پول خواسته، این اسنادیو بریاد چی. و یک موضوع دیگه، این موضوعی که در رسانه ها مطرح شده، ما ادعا شرف میکنم خود من شخصا به ریاست سورنوری ولایت ایران ادعا شرف میکنم از شورولی، زمانی که باید ثبوت کنه برای ما، ثبوت کنه به ریاست اسناد. اگر ثبوت نشود هر چی قانون گفته بعد به سر از درست تولی شورول ولایت ایران هر کس میخواهی باشه. وقتی یک اتهام به یک انجینر مسلکی، انجینر که میخواد خدمت کنه، اتهام بندی به سر از او بعد ثبوت کنیم. اگر ثبوت کردی درست، اگر نکدی بعد طبق قانون بعد تو بعد مجازات شد. خوشبختانه نتیجه‌ای که در این تست هست، مقاومت اسفالت بالاتر از او چیزی ثابت شده که در خود شرطنامه ذکر شده، همچنین مقدار خود قیر که در شرطنامه ذکر شده بالاتر از او چیزی در این ثابت شده که در شرطنامه ذکر شده. شرکت بناگران افغان قراردادی از این پروژه و بعضی از ماشینری را از شرکت هرات قربند به اجاره گرفته. شرکت هایی که نام بردم برای شهر هرات معلومه بیش از 10-11 سال سابقه کاری دارن، ولو که لابراتوار و تستی هم در کار نباشه نتیجه داده بعد از 10 سال 11 سال تا هیچ یک از پروژه هایی که کار کردین، ولو که پایین ترین ضخامت اسفالت بوده، مثلا سرک اوزه کرباس 5 سانت ضخامت اسفالت داره، در حالی که ما شما اگر خونه خودم ایزوگام کنین 3 سانت ضخامت ایزوگام کمتر نیه، ولی ما با 5 سانت یک سرک تیار کردیم که این تقریبا 6-7 سال از او تیر میشه و هیچ نوع خطر و آسیبی هم بزود تا حال پیش نشده. و مثل از او 87-8 کیلومتر ما فعلا داخل شهر هرات کار کردین و الحمدلله هیچ مشکلی هم تا به امروز ندارین و همه مردم هم از این سوال راضی هن. اگر کلام کسی ادعای میکنه حتما از روی غرضه و حتما کلام هدف شخصی داره و موقعی که لابراتوار آمد هدف پوچ و بیمانه بیرون شد. ما بازم تاکید میکنیم این قضیه را از طریق سارنوالی استیناف هرات 100% تعقیب میکنیم و باید پاسخ بده که چی گفته در مقابل اجرای یک پروسه شفاف و قانونی و یک سند قانونی درخواست پول میکنه. اما در کنار دیگر موارد، دست داشتن مقام های حکومتی و بزرگان شهر در باجگیری ها و غصب زمین های شهرداری از موارد جدی پنداشته می شود. کل ادارات دولتی کسانی که شورولی باج میگیره و بعضی اشخاصی هم به هرات وجود داره که اینا با نام کلان هرات یا نامهای مختلف از شورولی اخاذی میکردن که فعلا اونم ما بند کردیم. راجع به مسائل زمین ها،
ما از وقتی که به شارولی اومدم چندین به چندین نقاط شهر ما یک سلسله کارهای بسیار شدید و وسیع شروع کردیم. متاسفانه در بخش دوباره گیری زمین های غصب شده ما حمایتی که طوری که ضرورت از اداره محلی ایراد نداریم. شارولی فقط تنهایه. به مثالش به شما میگم که ما در تقینقی 9000 جریب زمین از قاصبین بس گرفتیم و اینج به خاطر ازی که ما بتونیم دوباره همین زمین خط اندازی کنیم و مردم توزیع کنیم تا با حال ما به موفق نشدیم. علت ازی اینه که ما چندین مراتب امرای ولایت بیشیشتیم، امرای شخص ولی صحبت کردیم و این مسائل به زو واضح تشریح کردیم که باید قماندانی امنیه، ریاست عراضی، اینا امرای شارولی شهرسازی هم هنگ باشه، شهرسازی باید نقشی ازی شهرک بسازه، ریاست عراضی باید ایر تصفیه کنه، قماندانی امنیه از نگاه امنیتی شرایط آماده کنه که کارمندای ما بره. متاسفانه تا بال هیچ نوع اقدامی به خاطر ازی کار شروع نشده. 9000 جریب زمین تقینقی امیت به هوا باقی مانده و تا به حال ما به سیستم کاغذبرانی افتادیم و امیت مانده. در پلو از او ما شارولی قباله داره به قسمت شرقی هرات. این حدود 22000 جریب زمینه که ساعت شیدایی و ساعت کامل ازی در بر میگیره. ما طبق بررسی که کردیم یک قسمت از این زمین ها در شمال شهر سرک قرار داره و یک قسمت از این زمین ها در جنوب سرک. زمین های شمال سرک فعلا به دسترس ریاست حج و اوقاف قرار داره ولی قسمت از پیشش غصب شده، ولی زمین های قسمت جنوب سرک که بیش از 11000 جریب زمین میشه کاملا غصب شده و دولت محلی کلا به اینا دست داشته. از طریق ریاست کادستر کلا زمین های دولتی به اسم مردم کادستر شده و به اسم مردم نقشه جا شده. ما هیئت تشکیل داریم، به ولایت مراجعه کردیم، اینا یک هیئت 12 نفره از کل ادارات تشکیل دارن که بعد برای همین زمین تصفیه کنه و حدود ازی مشخص شه. متاسفانه ریاست عراضی و کادستر هیچ نوع همکاری نکرد و در مقابل ازی با ما ادعا کرد که این زمین مردم هم. ما گفتیم قباله شرعی از شارولی از 1324 ثبت دیوان محفوظ وضاحت همه چیز واضح مشخصه، شما چطور اینا رفتین به نام مردم کادستر کردین و امروز میگیم که زمین چیز وجود نداره؟ ما در بخش جلوگیری و دوباره پسگیری زمین های غصب شده یک سلسله اقدامات کردیم ولی فعلا به یک بنبست قرار گرفتیم. ما خوشحال هستیم که با صراحت اعلام بکنیم در جریان 4 ماه اخیر 540 جریب زمین های غصب شده که در سالیان گذشته بنا به هر دلیلی که بوده، یا غفلت یا سلنگاری یا تعلل یا معامله گیری، به هر حالتی که بوده، زمین هایی که قصد شده بود مجددا پاسپاس گرفته شده، در اختیار ادارات دولتی گذاشته شده که از این میان 71 جریب در ساحه کهدستان موقعیت داره که بعد از سالها درگیری و کشمکش و دوسی ها در دلیزهای محاکم بالاخره حکم محکمه رسیده و در این راستا اداری محلی اقدام کرده. بر همین مبنا در هر جایی که موضوع غصب زمین مطرح میشه ما خوشحال به این هستیم که اداری محلی هرات نخستین ولایت در سطح افغانستان بود که کمیته خاصی را در این راستا توظیف کرد و این کمیته در راستای بازپسگیری زمین های غصب شده همچنان سرعت بخشیدن به روند تیمرایل دوسی هایی که در ارگان های عدل قضایی انباشته شده کار میکنه و در این راستا موفقیت های هم نصیب شد. این نخستین بار است که شهرداری هرات از زورگویی ها و ممانعت ها در برابر تطبیق پروژه های نداره در داخل شهر پرده بر می دارد. شاروال هرات می گوید باجگیری برخی افراد زورمند و کارمندان دولتی طی سالهای گذشته از اداره شاروالی به یک فرهنگ مبدل شده است. اما شهردار هرات تاکید می کند که مبارزه جدی با این گروه ها آغاز شده است.